Bonjour et bienvenue à votre chaîne French Vita Video سلام بکنم به خودتون خوش اومدیم توی این ویدیو قراره که پونزه تا از فعلای بسیار پرکار بود که گذشتهشون با فعلا ات صرفشن همانطور که میدونید زبان فرانسه ما فعلا اون دو تا فعلا کمکی داریم avoir و اتر که یه سری فعلا با avoir صرفشن یه سری با être خوشبختانه ۸۰۰۰ درصد فعلای فرانسه با avoir صرف میشن اما یه سری فعل هستن که ما 15 تاشو که خیلی مهمترین هستن رو میخوایم امروز کار بکنیم که اینا گذشتهشون یعنی پس کمپوزشون با فعل کمکی اتر ثبت میشن اما فعل اتر رو میخوام در زمان حال براتون صرف بکنم بعد بریم سراغ ویدیو je suis tu es il est elle est on est nous sommes vous êtes ils sont ال پس شما باید فعل ات رو صرفش رو بلد باشید. اگه میخوایید پس کمپوزه یا همون ماضی نقدی یا گذشته رو بسازید فعل ات رو باید در زمان حال صرف بکنید بعد باید اون فاعل بعد ریشه گذشته ی فعل اصلیتون و بریم ویدیو رو با هم تا انتخاب ببینیم بریم فعل اولمون رو داشته باشیم فعل دساندر دساندر به معنی پیاده شدن هستش پیاده شدن از یک وسیله نقلیه رو میگیم دساندر میبینید فعل گروه سومه چون آخرش ار او داره بنابراین گذشتهش میشه دساندو یعنی ار او شما باید هست با کنید یه یو اضافه کنید حالا گفتیم فعلایی که با ات میشه یه مثال جو سی دساندو دو تران جو سی دو یعنی من از قطار پیاده شدم دقت کنید je suis دو، du بنابراین شما متوجه میشید که بعد از دسان اگر به اسم وسیله نقدی اشاره کنید باید حرف اضافه دو رو بذارید. حالا یا دو هست اگر یک چیز مهنس بود مثلا واتیق بود میشد دوره رو یا یک چیز جمع بود میگفتیم د. در حال وسیله نقدی مزکر مهنس و جمع داره دیگه. اما حرف اضافه دو رو حتما باید بگذاره. پس je suis descendu دو train یعنی از قطار پیاده شدم. یه تلفظی بگم. نگی تغن، تغن مانده. ما نداریم ما ت ساکن هست پس میخوای راحت تلفظش کنی با دو تلفظش کنیم میگی دوت دو تران، دو تران. این رن تقریبا صدای خ میگیره تقریبا شو سی دو تران یعنی از قطار پیاده شدم یه مثال دیگه نو سوم دسون دو ا لا یعنی ما در ایستگاه ایکس پیاده شدیم ما از ایستگاه حالا مثلا ایستگاه مترو رو ما میگیم استاسیون ها اسم ریسک ها بگذارید نکته که خیلی مهمه همین اولش بگم فعلا که با اتق صرف میشن با فائل یعنی اون کلمه که با جمله شروع میکنید مطابقت داده میشه حالا یا میتونه یک زمیر باشه یا میتونه یک اسم باشه عادی سارا یا هر چی حالا جو زمیره ببین ما انجام نمیدیم این جو یه خانم داره میگه یا یه آقا اگه یه آقا باشه فقط دساندی تا این دیگه به این شکل اما اگر یه خانم باشه توی نوشتارتون شما باید یه او اضافه کنید او وقتی اضافه میکنید در واقع اون کلمه فعل صفت هرچی هست مؤنث میشه ببینید جمله دوم میگه نوسوم دساندو اگه جمع مذکر باشه یعنی چند تا مرد باشن فقط یه دونه میذاریم اما اگه چند تا خانم باشن همشون خانم باشن بگن که ما از تریسکای فلان پیاده شدیم پس فقط او اس میگیره یه او هم اضافه بهش میکنیم نکته دیگه که باید بگم اینه که شما میتونید جوسی دساندی رو همینجور استفاده کنید اسم وسیله نقلیه رو نگید و اگر نگید مثل اینجا نوسوم دساندی ار استاسیون ایکس در اسکای ایکس پیاده شدیم میتونستم بگم نوسوم دساندی دو ترن ار استاسیون ایکس یعنی از قطار در اسکای ایکس پیاده شدیم پس دسان دو کلکشوز از جایی پیاده شدن رو یادداشت کنیم فیده دوبامون برعکس همون دسان منته منطفل گروه اول راحته یعنی سوار شدن سوار شدن یه مثال je suis monté dans le یعنی من سوار تاکسی شدم حالا به جای لو تاکسی هر چی که می‌خواید بذارید لو مترو لو, لو هواپیما لو باتو قایق هر چیز دیگه je suis باز اینجا یه او گذاشتم اگه این شو مهندس باشه یه خانومی که داره اینو میگه یه او تو نوشتار حتما اضافه کنید je suis monté dans le تاکسی شدم جمله یه بعدیمون نوسو مونته دان بوس ببینید دیگه مونته اگر جمع مذکر بشه اس و نه این او رو که داره یه او اس هم بهش اضافه میکنیم یعنی ما سواره اتوبوس شدیم مطابقت میدیم با نو خب نوسو مونته دان رو بوس پس برای مونته شما حرف اضافه دان رو میگذارید پس مونته دان دانکه که کشوز. یعنی سوار چیزی شدن فعل بعدیمون برگشتن است که تقریبا سه تا فعل براش داریم که خیلی پرکار بردن قانتخه قطورنه قانتخه و قطورنه جفتش گروه اوله اما قوونه برای گروه سومه یعنی بیقایده هستش اما هر سه با ات شده برگشتنند برگشتن هست قانتخه یه مثال جو سی قانتخه قوونه عدیز هر کدوم از اینا رو میتونید به جای هم بگذارید اگه ترتیب اولویت بگی من قونخره بیشتر می میکنم بعد قوونی بعد قطورنه هر چه دورتر باشه قطورنه مثلا شما فکر کنید که رفتی شهر دیگه یا یه کشور دیگه بیشتر از قطورنه اسپال میکنم نمیخوام خیلی گیجتون بکنم میتونید به جای همدیگه هم, هم فعلا استفاده کنید جو سی رونتر قوونی قطورنه شه موا ا 19 ها هر کدوم از فعلا استفاده کنید ساعت در واقع هفت عصر یا هفت شب که ما میگیم 19 ها به خونه برگشتم جو سی رونتر ا نیزنبا فعل چهارم آنتخه آنخه هست آنخه به معنی وارد شدن اگر باشه میشه با فعل ات سرد میشه مثلا اونه آنخه اپقی ایل ایلیا دو جور اونه آنتخه ا ایل دو جور یعنی چی؟ دو روز پیش وارد پاریس شدیم اون آنخه من از قصد اینجا زمیر اون رو گذاشتم که اون اگر به من یکی از معانی اون ماه ماه. ما ما و وقتی معنی ما داشته باشه این در واقع پخصی یا ریشه گذشته فعل یه اس میگیره دقت کنید اما خود این ات با همون سوم هم شخصی یعنی اون شما مثل ایل و ال ایل ال اون خب پس اون آنتر ا پاری دو جو میخوام بگم دو روز قبل دو روز پیش یه ایدیا اولش میذاریم یک اگر ایدیا با اسم زمان به کار ببرید یعنی کلمه‌ای که به زمان اشاره کنه به معنی قبل و پیشه پس اون انتخه ا پاری ایل دو جور دو روز پیش وارد پاریس شدیم فعل بعدیمون خارج شدن برعکس سختی، سختی، فعل بی قاعده هستش اینم باید سخت بشه خارج شدن اگر باشه جو سی سختی دو بیرو پور رانتر ا لا میزون هم اگه اشاره کنید که از کجا خارج شدید باید حتما دو رو بذارید حرف اضافه دو حالا یا دو یا اگه بیرو مؤنث باشه دولا پس سوی سختی دو بگو این من یه او هم گذاشتم پس اگه خانم باشه <coughs> میشه جوری یه او بعدش اضافه کنیم سوی سختی دو برو. از اداره یا دفتر کاری یا شرکت مادم بیرون خارج شدم پر راندخه علا مز... از دفتر بیرون مادم تا به خانه برگردم راندخه علا مز... خب فعل ودیمون فعل نتر هست متولد شدم فعل نتر به بنده متولد شده معمولاً هم گذشتهش هست دیگه که بیشتر استفاده میشه شما میخوام بگم من در فلان تاریخ به دنیا اومدم واسه فعل اتر استفاده میکنیم "Je suis né" این "Je suis نه رو میگید اگه مهندس بشی یهو باز اضافه میکنیم "Je suis né" مثلا لو دو ژانویه 1990 من, من دارم به شما تاریخ رو هم میگم اگه روز و ماه و سال رو خیلی اشاره کنی یه لو اولش بگذارید حتما جو suis né" لو یه لو میذارید این لو برای ماه ماه هم مذکرن ل 2 ژانویه یعنی دوم ژانویه ۹ 1999. حالا شما روز و تاریخ تولدتون رو میتونید با این متابقت یه چیزی که ثابت هست جسینه ل 2 ژانویه 1 مثلا من متولد 2 ژانویه 1۹۹ هستم خب فعل بعدی مسلما بر عکسش مقیق یعنی مردن ریشش میشه مرد، ریشه گذشتش میشه م مغ مثلا منمی ماغ دانز ان اکسیدان دو واتیو یعنی دوستم توی تصادف رانندگی فوت کرد مرد منمی مغ دانز ان اکسیدان دو واتیو دقت کنید اگه امی مهندس باشه خب دختر باشه زن باشه این مغ او و داخلش اضافه کنیم اینکه میگم این او اضافه کنیم فقط برای نوشتان نیست تو هم گاهی در واقع تغییر رو می‌بینیم یعنی اینجا شما میگی مخت یعنی ت دیگه اینجا تلفظ میشه وقتی مؤنثه مذکر میگیم منمی موق تی تلفظ نمیشه تی آخر اما اگه بعدش او بذاریم و تلفظ کنیم میشه مخت پس منمی مخت صدای خیلی میگیره dans un accident de voiture mon ami est mort ou mon ami est mort dans un accident آمدن باز فعل است ایل ونی یا ایل ونی پو مده اون آقا یا اون خانم اومد برای اینکه به من کمک کنه او برای کمک کمکی به من آمد ایل ونی ایل ونی ونی پس ریشه گذشته رو شما باید حفظ کنید ونو ونی یعنی آمدن پس اون اومد برای اینکه به من کمک کنه فعل بعدیمون عقیوه هست به معنی رسیدن رسیدن به جایی مثلا جو سیز تو اکوز دو، لان بو یعنی چی؟ یعنی من به خاطر ترافیک خیلی دیر رسیدم جسی زغیوه یا جسی اغیوه تو تر، تر دیر این تو که اولش بذاریم یعنی خیلی دیگه دیر مثلا اگه ساعت سه بوده مثلا پنج اومدم رسیدم یا چهار رسیدم، خیلی دیگه دیر جسی زغیوه تو تر، میخوام به علت فلان چیز میگم اکوز دو، اکوز دو مثلا لامبوتیج لامبوتیج یعنی ترافیک ترافیک خب آموتیا این دو تا الاش هم تلفظ بچه نمیشه یعنی ترافیک لامبوتیج جو سی زاری به تر دو لامبوتیج فرد ده همون پختیق هست فرد پختیق معنی رفتن اما معنی راه افتادن هم هستش حالا مثال میزن دوتا، تا جو پختی ور ویتر یعنی چی؟ یعنی حوالی ساعت 8 راه افتادم این یعنی راه افتادم پختیه شو سي پارتي وير فيتور باشه وير يعني یعنی حواليه هلهوشه حت... ساعت 8 خب نه دقیقاً ساعت 8 استشم طرفوز نمیشه پس شو سي پارتي وير فيتور حوالی 8 راه افتادم پس معنی اول پختیه راه افتادن اما رفتنم هست مثلا به تعطیلات رفتم چه پختی وان وکانس کانس نو سون وکانس یعنی ما به تعطیلات رفتیم نو سون پختی پختی بینید یا اس میگیره یا او اس اگه مهندس بشه پس پختی آن وکانس تعطیلات هم جمعه دیگه پس ای اس نوسون پختی آن وکانس رفتیم به تعطیلات فیده بعدیمون دوونی خواست بچه ها دوونی به معنی شدن شدن یه مثال میزنم جسی دوونی دیرکتر یعنی من مدیر شدم تبدیل شدم به مدیر تو شرکتمون ارتقا گرفتم شدم مدیر جسی دوونی دیکتور. اگه یه خانم اینو بگه دیگه نمیگیم دیرکتور میگیم دیرکتریس یعنی کلماتی که یعنی همه کلماتی که ما با اضافه کردن مؤنث نمی کنیم گاهی یه سری نشونه ها داره مثلا کلماتی که توق دارن آخرش میشه تریس تریس دیرکتور دیرکتریس پس یه خانم باید بگه دوونی سی دوبین دیرکتریس مدیر شدم اما گاهی بعد از دوبینیخ شما میتونیم استفاده هم بذارید مثلا جوسی دوونی دوبین خسته شدم جوسی دوونی دوبین به جای فتیگه ببینید چه مثال های دیگه میتونید بگذارید. جسی دونی فتیه. فعل دوازمون پسه هست به منه عبور کردن یا رد شدن. پسه اینم با فعل ایت صرف میشه. مثلا جسی پسه پرل بلانجوگی. جسی پسه پرل بلانجوگی. یعنی که در واقع از نوای رد شدم. یعنی نوای پشت سرگ گذاشتن از نوای رد شدم رسیدم به یه پارک، بلا بلا. جسی پسه پرل. از جای رد شدن پس پق هم میتونیم بگیم پس پق از نوعی رد شدن یا مثلا طول مونده پس پقیسی همه از اینجا رد شدن همه از اینجا عبور کردن یه نکته در مورد طول بچا بگم تولمون که معنی همه میده فعلش مفرده ببینید تولمون یعنی همه تو زمان فارسی میگه همه آمدند فعل جمعه. اما تو فرانسه مفرده طول پس پقیسی همه از اینجا رد شدن عبور کردن یعنی فعلش مفرد اشتباه نکنی نگه تول مون سون تول مون ای تو ای فعل بعدیمون رسته هست به معنای ماندن رسته هم به معنای ماندن جو رسته اون سمن ان فرانس می تام دو رتورنه مثلا یه هفته تو فرانسه موندم اما زمان بازگشت بود یعنی وقتش بود که برگردم جو سی رسته اون سمن ان فرانس مه ایلت تام دو ایلت تام دو یعنی وقتش بود که چیکار کنم بعد از دو شما فعل میذارید ایلت تام دو من من رو گفتم وقت برگشتم بود یا مثلا جو سی بوش به یه براتون قسته بوشبه یعنی هاجوا یعنی دهانم باز بود فکر کنید که چیزی رو دیدید یا شنیدید تعجب کردید میگیم که قسته بوشبه، به جو یعنی تعجب که خوش شد یا یعنی باز حالا هر چی موندن بده بعد اینو تنبه هست به معنای افتادن افتادن تنبه با ال اف صرف دقت کنید ابا نداریم je suis tombé et je m'en suis tordu suis تنبه افتادم ای جمع سوی تا لشوی پا من پیچ خورد دقت کن شوی این دوتا ایلاش تلفظ نمیشه دست یعنی قوزک پا اما ما میگیم مچ پا بعد سه تا گفتیم اعضای بدن رو خب باید فعل دو زمیره کنیم دیگه نگه مشوی بگم لشووی یعنی از لولله استفاده میکنیم برای اعضای بدن اما فعل رو باید دو کنیم یعنی اگه من بگم ژ توقدوی لشووی، یعنی مشه پای یکی دیگر رو پیچ دادم اصلا بیمن نمیشه پس برای که به خودم برگردیم منظور مشه پای خودمه فعل دو زمیره کردم تغدوی. تغدوی یعنی پیچ خوردن. جسی تمبه اجومه سی تودویلا شوی. افتادم و میخوام پیچ خورد. اصطلاحات دیگه یه هم تومبر میتونی استفاده کنی مثل این. جسی تومب آمروز د تو شدم. یا جسی تومب آمروز دو تو. اگه خانم بگه بعد آمروز. اینو که دارم ات که EUX ترند. و S میگه. و جسی تومب آمروز د تو. جسی تومب آمروز د تو شدم. و فعل آخرمون فعل اله هست بچه اله یعنی رفتن مثلا یه مثال صفه لونتان که جونو سوی پا اله او تیاتر صفه لونتان که یعنی مدت هاست که جونو سوی پا اله او تیاتر یعنی نرفتن به تاعت تات نرفتن خیلی وقته صفه لونتان که یعنی خیلی وقت میشه که یعنی خیلی وقته که صفه لونتان که همجره است کنید صفه لونتان که Je ne suis pas allé au théâtre. أش حافظه في به جایی ا بس بجاي رفتم ال. Je ne suis pas allé au théâtre. خیلی مهم که در مورد ال هستش فرقش با پختخ که من رفتن هست اینه که عله رو به تنهایی نمیتون استفاده کنی مثلا نمیتونی بگی جوسی ال و جمله تمام بعد بگی جوسی عله مثلا ال کول او سینما او تخوی او بیرو. یه چیزی بعدش باید بیارید خب اما پختخ رو نه شما میتونید جوسی پختی. یعنی من رفتم اما علر به تنهایی نمیتونه اسپایگ نتون میگم جسوی, علی. جسوی علی او یعنی شنونده هنوز منتظره اینم از ویدیو امروز امیدوارم که چندی بار ببینید ویدیو رو از داخل کانال یوتیوب حتما ببینید خواهش میکنم دانلود نکنید و برای حمایت از ما فقط توی یوتیوب این برنامه ها رو این ویدیو ها رو در واقع ببینید و اگر خوشتون اومده واقعا لایک بکنید اگر خوشتون نیومده که هیچی اجباری نیست اما اگه خوشتون اومده لایک کوچیک در واقع بگذارید که از ما حمایت کرده باشید و اگر هم سابسکرایب یا عضر نشدید دکمه سابسکرایب من بزنید تا ویدیوی بعدی جوودی آوا